با یاد و نام آفریدگار بزرگ و داستان دیگری از کانال باتیس در خدمت شما عزیزان هستیم. این داستان ناشکری خر. در زمانهای قدیم سقای فقیری زندگی می کرد که خر لاغری داشت. سقای تنگدست هر روز کوزه های پر از آب را بار خرش می کرد و برای فروش به شهر می برد. از آنجایی که حیوان بیچاره همیشه گرسنگی می کشید و بارهای سنگینی هم می کرد، جثه لاغر و ضعیفی داشت. روزی از روزها میراخور، یعنی مسئول اسبهای دربار پادشاه، سقا و خرش را دید و گفت: چه بر سر این خر بیچاره آورده ای؟ از او جز پوست و استخوان چیزی باقی نمانده است؟ سقا با ناراحتی پاسخ داد: راستش را بخواهید، به خاطر فقر و تنگ دستی من این حیوان زبان بسته به این حال و روز افتاده است. با اینکه کار زیادی از او می کشم، اما توانایی خرید علف و غذای کافی را ندارم. میراخور گفت: اگر می خواهی خرت را چند روزی به من بسپار تا او را به طویله دربار ببرم. مطمئن هستم که آنجا حسابی چاق و زورمند خواهد شد و تو به جان من دعا خواهی کرد. سقای بیچاره با خوشحالی پذیرفت و خرش را به میراخور سپرد. میراخور خر لاغر را به آخر دربار برد و آن را کنار اسب‌های امیران و لشکریان بست. خر بیچاره تا آن روز هیچگاه مزه جو یونجه تازه را نچشیده بود و با اشتهای خاصی شروع به خوردن کرد. هنگامی که کاملا سیر شد، با کنجکاوی به اطراف خود نگریست. در جا جای طویله اسب‌های سالم و بانشاتی را دید و با حسرت با خودش گفت: خوش به حالشان، ای کاش من هم مثل این اسب‌ها همیشه اینجا می‌ماندم و بدون رنج و مهنت زندگی شاد و آرامی داشتم و همیشه یونجه و علف تازه می‌خوردم. سپس در حالی که به وضع زندگی فقیرانه‌اش تأسف می‌خورد، با خود گفت: مگر من چه فرقی با این اسب‌ها دارم؟ چرا من خری ضعیف و ناتوان آفریده شدم در حالی که این اسب‌ها در آسایش و نعمت فراوان قرار دارند؟ خر همینطور با خود از این حرف‌ها می‌زد و حسرت می‌خورد. ناگهان چند نفر وارد طویله شدند و اسب‌ها را برای بردن به میدان جنگ آماده کردند. فردای آن روز خر بیچاره با صدای ناله اسب‌ها از خواب برخاست و در کمال تعجب مشاهده کرد که تعداد بسیاری از اسب‌ها زخمی و تیر خوردند و عده‌ای با خنجر تیز و پرحرارت تیرها را از بدن آنها بیرون می‌کشند تا آنها را بعد از بهبودی دوباره برای جنگ بعدی آماده کنند. خر وقتی این صحنه‌های وحشتناک را دید و شیهه‌های دردناک اسب‌ها را شنید، با خود گفت: درست است که من خری لاغرم که صاحبی بی پول دارم، ولی به همان زندگی فقیرانه و صاحبی که داشتم راضیم. زندگی آرام و راحت این اسب‌ها فقط ظاهر گولزننده‌ای دارد. بی خود نیست که به آنها یونجه تازه می‌دهند. در واقع این غذاها قیمت جان اسب‌های بیچاره است. من دوست دارم هرچه زودتر به نزد صاحب خود بازگردم. این را گفت و در گوشه ای از طویله منتظر ماند تا هرچه زودتر مرد سقا به سراغش بیاید و برای کار او را به کنار چشمه ببرد.